اداره اهورامزدا. من سخنم رو کوتاه میکنم تا زود تمام بشه، همه چی بشه گفت. از همه دوستانی که اینجا تشریف آوردن سپاسگزارم، از همه برگزار کنندگان و جناب دکتر اختیاری که بزرگواری کردن و در اینجا شرکت کردن سپاسگزارم. جامعه آرمانی که ما میخوایم داشته باشیم، خب پیشتر بزرگترهای ما هم در مورد اون فکر کردن و این رو در پیمان نامه همسری ما گنجوندن. من خیلی خلاصه این رو دوباره یادآوری میکنم، بیشتر ما ازدواج کردیم، پیمان نامه رو موقع برامون خونده تایید کردیم، شاید یادمون رفته باشه، دوباره از اول خدمتتون عرض میکنم. خانواده میدونیم که جایی هست که اجتماع در اون ساخته میشه. نزدیک به 70-80% از شخصیت هر کسی در درون خانواده ساخته میشه. بنابراین ما اگر بخوام ببینیم که اون جامعه آرمانی ما چنو جامعه‌ای هست، باید اون خانواده رو بشناسیم، صفتهاش رو بدونیم و این صفتها در اون پیمان نامه در واقع خودش رو نشون میده. اگر منش انسان در این خانواده درست ساخته شده باشه، خب ضمانت اجرایی داره و دیگه نیازی به آقا بالاتر نداره که اون خواسته رو برآورده کنه. نخواستین چیزی که در این پیمان نامه آشکار هست خدا باوری و دین باوری. ما در تمام این پیمان نامه زناشویی میبینیم که خداوند به یگانگی ستوده شده، آرزو شده، ازش چیزی خواسته شده. آموزگاری اشو زرتوش و گاتا که کتاب اوست برای ما تاکید شد. نکته دوم بحث آزادی. ما از هر دو خواستار همسری دو بار میپرسیم تا آیا همسر رو، اون نفر رو به همسری، همتنی، به همروانی خیش میپذیره یا نه. این آزادی جایگاه بزرگی داره و از گادها در واقع آغاز میشه. در گادها انسان، خداوند انسان رو آزاد آفریده، دو نیروی نیکو بد بهش داده، توانایی های بسیاری داده، ابزار داده تا خودش راهش رو برگزیند و اون بهشت و دوزخی که ما تعریفش رو میکنیم در واقع نتیجه این گزینش های آزادانه است که خودمون برای خودمون ساختیمش. نکته سومی که در این پیمان‌نامه میبینیم رهبری. ما سه طراز رهبری رو در این پیمان‌نامه داریم. یک رهبری دینی هست که در باور به پیامبری اشعث‌الزرتشت و برگزیدن اون به عنوان رهبر چند بار تأکید شده. یکی رهبری سیاسی و اجتماعی، برای نمونه اونجایی که میگیم به داد آیین شهریور امشاستند عمل کنید، خواسته میشه که شهریاران و سروران دادگر رو فرمان ببریم. البته این قید دادگر رو فراموش نکنیم. و یکی بحث رهبری یا راهنمای فردی هست. از اون دو خواستار همسری خواسته میشه دانای برگزیده خودشون رو که میخوان گوش برفش کنن نام ببرن. چرا؟ چون دانش پراکنده است و کار بی رهنمونی دانا به نیک فرجامی نخواهد رسید. بنابراین یکی از شرطهای جامعه ما داشتن رهبر خوب هست. ما در خاط 29 هم ویژگی های رهبر رو میبینیم که البته یه بحث بزرگ در اینجا نمیگنجه. خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم که رهبری در گادها ویژگی های بسیاری داره، ولی خداباوری، دینداری، دانایی، روشنبینی، دلاوری، اینکه نترسه و بجنگه، ابزار داشته باشه و مهربانی از ویژگی های یک رهبر خوب در گادها. نکته بعد برگزاری آیین ها.
در این پیمان نامه از دو تا همسر خواسته میشه که آیین ها رو به ویژه گنبار سال روزه سی روزه و آیین ها رو برگزار کنند. چرا اینقدر تاکید شده در برگزاری آیین ها؟ در واقع ما در چند جا آموزش میبینیم، یکیش در آموزشگاه ها هست که درس رسمی میکنیم و دومیش در اجتماع هست. این آیین های دینی در واقع جایی هستند که ما میریم اونجا و می آموزیم. وقتی که دیگران به ما نگاه میکنن میگن این کارت زشته، این کارت خوبه، این کارت بده، این کارت زشته، یا نگاه میکنیم ببینیم دیگران چه کار میکنن، اونجا ما یاد میگیریم که چجوری رفتار کنیم. حالا اگر که ما این آیین هامون رو درست برگزار کنیم، در درون این آیین هامون رفتارهای درست داشته باشیم، خوشتر همدیگه بعد نگیم و خیلی مسئله دیگه، بچه های ما که در اونجا شرکت میکنن به سامان و با فرهنگ خوب بار میان. بحث سر و کشتی که جایی بسیار والایی داره از بقول این سخن ما بیرون هست، بهش نمی پردازم. پیمان بستن برای نو کردن جهان بخش بزرگ از این سر و کشتی بستن هست، اون جای خود بسید. در این پیمان‌نامه از دو همسر خواسته میشه که از مادر و پدر و استاد خود سپاسدار باشید. سپاسگزاری یک جایگاه بسیار والایی در جامعه داره. زمانی که ما از کسی برای کارهای نیکی که انجام داده سپاسگزاری میکنیم، این یک انگیزه میشه برای پیشرفت. دیگران که میبینن اون آقا یا اون خانم مورد توجه جمع قرار گرفته، مورد توجه بزرگان قرار گرفته و برای اون کار نیکش ازش سپاسگزاری میشه، برانگیخته میشن تا اونها هم کار نیکی بکنن تا شامل اون سپاسگزاری بشن. جامعه از فرد ساخته شده. این فرد چه صفتهایی رو باید داشته باشه تا اون جامعه نیکو و ایدئال بشه؟ ما در پند نهم این پیمان‌نامه همسری از دو همسر می‌خواهیم که به داد و آیین اورمزد امشاستندان راه پویید. انسان شش صفت رو باید در خودش پرورش بده تا به هفتمی که خداوند هست برسه. اینها بعدها تبدیل شد به هفت شهر عشق و هفت گامه رسایی و عرفان و اشراق و اینها ازشون رد میشم. نخست اورمزد هست. اورمزد مردم رو پروریده، هر گونه خواسته مردم رو برآورده کرده، بهترین نعمتها رو به انسان داده. بنابراین ما اگر بخوایم خداگونه بشیم باید مردم دار باشیم، نه به اندیشه، نه گفتار و نه کردار کسی را نیازاریم. این یکی از مهمترین ویژگی‌های یک جامعه آرمانی میتونه باشه. داد آیین بهمن امشاستند آشتی خواهی و نیکی جویی. پس بنابراین ما نیکندیش باشیم، آشتی خواه، صلح طلب باشیم، دنبال جنگ نباشیم. بارها دیدیم، من در زندگی شخصیم بارها خودم این ویژگی بد رو دارم، کوتا نمیام، هی دنبالم تو کردی، بیخود کردی، هی با دیگران بدیم. این رو کنار بذاریم، نیکندیش باشیم، از کینه و رزکامی دوری کنیم. دانش اندوزی، ما اگر میخوایم به کسی کمک کنیم، خدایی نکرده نه چه دوستی خال خرسه، همه ما داستانش رو بلدیم. برای اینکه دوستی خال خرسه نشه باید دانش داشته باشیم. این که بر دانش اندوزی بسیار تاکید شده. پندنامه داره مضمون بدان میگه 8 ساعت در روز به کار و کوشش، 8 ساعت به آسایش و رامش، 8 ساعت به ایرپتستان شوید و دانش اندوزی یا فرهنگ هم آموزید که از فرهنگ آزاده شوید. دانش و فرهنگ سبب آزادگی خواهد بود. این آزادی وقتی به عربی ترجمه میشه میشه تحریر. تحریر به وزن تحریر به معنی آزادی. و هر حال از اونجایی که در باورهای اسطوره ساسانی بهمن نگهبان جانداران جانوران هست، در این بند هم خواسته میشه که ما به
همه موجودات نگاه کنیم و حقوق حیوانات رو رعایت کنیم. راستی و پاکی و درون و برون از ویژگی های عزیب شمشاستنده. بنابراین در اندیشه و گفتار و کردار نیک و یک دل و یک زبان باشیم، از دروغ و جادویی و کجی و ناپاکی خودداری پرهیز کنیم. متاسفانه برنامه بالا پایین شده. اینا آیین شهری برای شمشاستند توانایی ما زرتشتیان و جامعه آرمان زرتشتیان باید در پی توانایی باشه. توانایی یکیش دانایی هست و یکیش زور و قدرت بدن هست، ورزش هست. تأکید شده بر تندرستی، ما باید تن خودمون رو درست نگه داریم. تأکید شده بر ورزش که باید داشته باشیم. از فرارون خواسته اندوزی چند جا تأکید شده، در نیایش‌های دیگه اوستایی است. فرارون یعنی از حلال. همه ما باید مواظب باشیم که در جامعه حرامخواری رواج نداشته باشه. هو تخشا باشیم، یعنی نیکو تلاش باشیم، برای کارهای نیک تلاش نیک بکنیم. و وظیفه شناسی، اگر هر فردی از جامعه خودش رو وظیفه شناس بدونه و اون وظایفی رو که برای دست از انجام بده، دیگه احتیاج به پلیس نداره، چون اون راننده وظیفه شناس خودش میدونه که باید قوانین رو رعایت کنه. و همچنان تا بالا از بیکاری و گدایی و رشک و دست‌درازی به خواسته دیگران و غیر و غیره دوری کنیم. و اما داد آیین سپند آمد شاستن فروتنی و مهربانی. آزادگی، این ایر همون بن واژه آریا و ایرانی هست، در واژه ایرپک و ایرپدستان هم هست. ایرانی ها از سپیددم تاریخ که خودشون رو شناختن، خودشون رو آزاده دونستن. و این آزادگی نکته مهمش اینجاست که با مهربانی و فروتنی و دوستداری همراهه. پس جامعه آرمانی ما جامعه است که تک تک فرد در اون جامعه مهربان باشن، فروتن باشن، دوستدار یکدیگر باشن و آزاده باشن. این آزادگی باعث بشه که ما زیر بار ستم نریم، زیر بار زور نریم، کار رو برای درستیش انجام بدیم، نه به خواست رئیس، نه به خواست این، نه به خواست اون. خودپسندی و سرکشی نکنیم، خویشاوندان مستمندمون رو ننگ نشماریم، دستشون رو بگیریم. برای ساخت آموزشگاه و بیمارستان و دیگر نهادهای نیک کوشا باشیم. ما باید مثل زمین باشیم. روی زمین راه میریم، ساختمون روش میسازیم، با بیل و کلنگ میکوبیمش. ولی زمین چه کار میکنه؟ به ما میوه شیرین میده، بر میده. این ساختمان اگر به این زیبایی اینجا هست، روی زمین هست. پس هر کدوم ما یک گوشیم که بستر رویش و بالش دیگران باشیم و محیط زیستمون رو پاک و پاکیزه نگه داریم. داد آینه خود آدم شاستن خرمی و آبادانی. دلمون رو خرم و پاک نگه داریم، شاد باشیم، خرم ناسپاسی نکنیم، اندوهگی نباشیم. گیتی رو به چشم نیک نگاه کنیم. مولوی می فرماید از محبت خارها گل می شود. شما وقتی که همه چیز رو با دید نیک نگاه کنید یا از روی محبت نگاه کنید، خارها برامون گل میشه. هیچ تغییر ممکن در زندگی روی نده، یعنی دلمون خوشحاله و دیگه رنج نخواهیم برد. خودمون خوشحالیم، رنج نمیبریم. و مهمتر از همه خرسند بودن به داده خداست. ما هر چقدر ثروتمند باشیم یا هر چقدر فقیر باشیم، هر چقدر دانش داشته باشیم یا نداشته باشیم، زندگی ما خوب باشه نباشه، اینا همش گذراست. حد اکثر دیگه 100 سال 120 سال که بیشتر نیست. آخرش هم سرنوشت همه من و شماها رفتن به دنیای دیگه است. بنابراین من هر چقدر ثروت داشته باشم، بازم یک کسی دیگه هست که از من ثروتمندتره. بنابراین
دنبال خوبی و خوشی زندگی باشم. اینکه سر سفرمون نون و پنیر هست یا چلو کباب یا پیتزا چه اهمیتی داره؟ اهمیت این رو داره. خدا بیامرز مادر بزرگم میگه بچه الهی نون گوشت تنت بشه. آدم از خوردنش لذت ببره. اون لحظه که سر سفره نشسته به شادی بلند شو بشینه و از زندگیش بهره ببره. داد آینه مرداد امشاستن تندرستی و دیرزیبشی هست. از این رو از همسران میخوام که تنشون رو درست و توانا نگه دارن، یعنی بشناشت و ورزش رو درست دارن، خانم و جامعه رو پاک و بیالایش نگه دارن، آب ارمیش یعنی مرداب و گنداب رو بخوش کنن، از جاش کیسار درست کنن و به ارزانیان دارو و درمان بدن، از دردمندان و افتادگان پرستاری کنن. یک جامعه ایدئال نمیتونه بیرون از تفکر به دیگران باشه. ما نمیتونیم بدون اندیشیدن به دیگران، بدون یاری رسیدن رساندن به دیگران زندگی کنیم. بشینیم تو خونمون میگیم خب ما که سیریم به جهنم، همسایه‌مون که گشتن، من که بچه‌م داره دانشگاه میره به جهنم که فلانی نمیتونه مدرسه بره، باید بچه‌ش بفرسته سیگار فروشی کنه، نمیدونم گل فروشی کنه تا هزینه زندگیش در بیاد. به هر حال پایان سخن، در جامعه آرمانی مردم باید به خودشون و محیط زیستشون ارزش قائل بشن، خودشون و محیط زیستشون و دیگران را دوست داشته باشن. دانش، اندیشه‌وری، ثروتمندی، توانایی، تندرستی، آبادی، پیشرفت، خرسندی، آرامش، تلاش خردمندانه برای خرسند کردن دیگران. همه دوستانی که پیش از من سخنرانی کردن به این نکته در گاهی اشاره کردن که خداوند کسی رو خرسند میکنه که او برای خرسندی دیگران بکوشد. همه ما خوب بودیم و درست بودیم، ولی اگر رهبری درستی نداشته باشیم کار به سامان نخواهد رسید. بنابراین رهبران جامعه ما از اعضای انجمن بگیریم بریم تا بالا، اینها باید بستر این تلاش رو برای ما فراهم کنند تا این خوب بودنهای تک تک ما به سرانجام برسه و جامعه آرمانی ما پدید آید. از اینکه بردباری کردید و سخن منو شنیدید سپاسگزارم. نیک و شاد باشید. متشکرم.